و حالا در ادامه برنامه 20 دقیقه نگاهی داریم به نقش زنان در ارتش انگلستان. منذ مطلع القرن الماضي تولت النساء ادوارا متزايده الاهميه في الجيش البريطاني. از ابتدای قرن گذشته زنان در ارتش انگلستان حضور یافتند. بعد از جنگ اول و دوم جهانی زنان در جنگ امدادگری می‌کردند، در کارخانجات اسلحه سازی کار می‌کردند و حتی در بعضی عملیات نظامی محدود شرکت داشتند، ولی این فعالیت‌ها محدود بود. زنان از بعضی مسئولیت‌ها که به عنوان مسئولیت‌های خطرناک توصیف می‌شد دور نگاه داشته می‌شدند. یکی از این مسئولیت‌ها عضویت در نیروهای ویژه بود. این نبرد را یک واحد ویژه بریتانیایی اداره می‌کند. این مانوری است که در شهر سالزبری در جنوب انگلستان و با حضور خبرنگاران برگزار شده، ولی چیزی که در آن جدید است مشارکت زنان برای اولین بار در چنین عملیاتی است. امروز روزی است که در تاریخ نیروهای مسلح انگلستان به ثبت می‌رسد. یک عضو نیروهای ویژه. من 27 سال پیش به ارتش پیوستم. در آن زمان شروط پیوستن به ارتش سخت بود، ولی بعد از این سالها من هم مانند سایر همکارانم کار می‌کنم. در سطوح فرماندهی مسئولیت‌هایی داشتم. تغییراتی که انجام شده بزرگ است و امروز برای من روز بزرگی به حساب می‌آید. برخلاف اینکه شعار مساوات میان زن و مرد وجود دارد، ولی بعضی زنان در ارتش انگلستان احساس تبعیض می‌کنند. یک کادر ارتش. تمامی زنان باید به قدرت ذهنی بالایی مسلح باشند و اعتماد به نفسشان بالا باشد. مسئولین انگلیسی به این اعتراف می‌کنند که در سطوح بالایی حقوق بعضی زنان پایمال می‌شود، ولی می‌گویند وضعیت به سوی می‌رود که مساوات میان زن و مرد برقرار شود. وزیر دفاع انگلستان. المهم هو توفر هذه الفرص للإناث. چیزی که مهم است این است که زنان در توپخانه یا نیروهای ویژه باشند. نمی‌خواهیم نیمی از شهروندانمان را از این مسئولیت‌ها دور نگاه داریم. بسیاری از مدافعان حقوق زنان می‌گویند در کارهای پر ریسک و خطر فدا و شجاعت مختص مردان نیست. ليست قصرا على الرجال حتى حينما يتعلق الامر بمهام تكون احتمالات الموت فيها اقرب من الحياه.